بالا دلتم شور میزنه چرا آروم نمیشه باز دیگه چه مرگشه چه بگم روم نمیشه آخ خدا خدا بشنه خدا حرفای مرا رازمون از تو گفتشون بالا بالا ایشالا اینجا بهتون خوش بگذاره. البته ای بابا آدم به این گندگی که خ... هم کرده خب حالتون چطوره؟ خودتون چطوره؟ مرغا خوب تخم میکنن؟ هر کدومشون روزی دو تا تخم میکنن. بابا دو تا؟ آره قربان خودشون با جفت تخم مرغاش. ببینم باز که داری چخام میکنی تو به کارت درست شما دارد برو چشم مرحمت حال کنش کیومرز خان بود تو ماشین. بله ماشالله هزار ماشالله خیلی بزرگ شد. آره. خب کی اومده؟ دو سه ماه میشه. ای خدا بیامرزه مرحوم مادرشو، همیشه آرزو داشت بفرستتش خارج، مثل اینکه همین دیروز بود. لابد حالا خیلی باسواد شده. بله بله، ولی رفته گران کرده، چون اون مهر و محبت و عفی که میون ما شرقی ها وجود داره تو وجود اون کشته شده. خب آخه رسم و رسومات ما با خارجی ها خیلی فرق داره. کشورهای خارج با اینجا خیلی فرق دارن، ولی دخترشون به قشنگی شما ها نیستن. از بیون هزار تاشون یکیشون چشمای قشنگ تو رو ندارن. وای خدا مرگم. کجا رفتی؟ آقا جون یکمی صبر کن تا من هم بهت برسم. دیگه عرض داشتم، آیا حضرت عالی تمایل دارید که من هنر و فن رانندگی رو به جناب عالی بیاموزم؟ البته که دلم میخوام. بسیار خوب، پس بگذار اینها رو بگذارم اینجا، این چمدان سبک رو هم بگذار زیر بقلت. حالا باید بدانی که دوتا مرغ چاق، دوتا نه، سه تا و چهل تا تخم مرغ، یک کوزه دوغ و یک خیک ماست خدمت بنده بیاورید تا به شما بیاورید. خیلی خوب، هر وقت حاضرت میکنم. همونطوری که دلم میخواست از اینجا خوب نگهداری کردیم. از زحمتتون ممنونم. امیدوارم بتونم یه روزی جبران کنم. اختیار دارین، این چه حرفیه، وظیفمونه. ما سلامتی شما را میخواییم. وقتی شما به ویلاتون تشریف میارین من و دخترام خیلی خوشحال میشیم. هر خدمتی هم از دستمون بر بیاد کوتاهی نمی کنیم. سلامت باشی. خب من با اجازتون برم ببینم دخترا برای شام شب چی کم و چست دارم. به خودتون زحمت ندید. اختیار دادین. حالا حالا اینجا هست. قدمتون روی چشم. چی رو نگاه میکنی پسرم؟ هیچی پدر، هیچی. متوجه باش، چند بار بهت گفتم دخترهای کلبلدی با تو برای من فرقی ندارن. مواظب باش دست از پا خطا نکنی،
که باعث آبروریزی بشه. البته پدر، متوجه؟ خاطرتون جمع باشه. آروم پیمان، آروم. چیه؟ چیزی تو گلوت مونده؟ نه. بیا برات شیر آوردم، با خود خوب میشه. کی میگه تو ده لیلی مجنون پیدا نمیشه؟ سلام، من نمیدونستم شما اینجایی. چه تو مگه؟ بدت میاد که من اینجا؟ نه آقا، این حرفا چیه؟ برای شیر رو بیاره؟ این از احمد نکش، خسته میشه. به به، خیلی وقت بود که یمچه شیری نخورده بودم. از پازره بدش من. از این شیرا هر روز برای من بیار. اگه به احترام باباش نبود دندوناش خورد میکرد. سر به سر اون نذار. مواظبش باش، اون چشماش ناپاکه. بعد جوری بهت نگاه میکرد. باهی تو جون هم تو ندارم. واسه من تو خیابون توی صحرا ندارم. گاز میدم و دنده چوخ کنم مونند قرقی. بزدلی برای چوکرتون معنا ندارم. حالا توضیحات بیشتر میدم از درون ماشین. پای چپ رو کلاس، پای راست روی گاز، دست روی دنده. بس که تون میرم ماشین میشه بشخو پنده. خواهش میکنم برای بنده دست بزنید. متشکرم. و حالا میپردازم به معرفی کامل اتولمبی. بپردازیم رانندگان آینده حرکت به سوی بنده. حرکت به سوی بنده. چجوری حرف میزنه؟ اینو بهش میگن کاپوت ماشی. کاپوت؟ اینم دوتا چراغ، نور بالا هم نور پایین. بله بله. توجه کردی چه ارزمی دارم بچه ها جون؟ آفرین. حالا توجه به اینجا، این آنتنه. آنتنه؟ این گلگیرشه. گلگیرشه؟ این هم نمره. این دوتا باید پاک کنه. اینم داره، این هم دستگیره. او حالا یادم افتاد، چهار تا چرخ داره، چهار تا قلپاک، چهار تا تویی، چراغ خطر داره، دو تا سپر، یکی عقب، یکی جلویی. حالا حرکت دست بیرده، بفرمایید جلو. یک جک داره، یک دونه زفاس و یک بخوری. بله بیا جلو. یک موتور داره، یک رادیوت داره و یک دونه باتری. میلنگ داره، افتومات داره، توی داشپورتش آب نبات داره. حالا هر کی میخواد به شهر راننده باید مرغ بیاره برای بنده. اگر میخواد بشه شاگرد راننده تخم مرغ میاره نزد بنده. به من میگن راننده، به من میگن راننده. یادت رفت بگی بسد دست بزنی. لطفا از برای بنده دست بزنی. متشکرم، متشکرم. بارکالا بچه. دیرم شده، بعد برم. باید بری. یادت رفته وقتی کوچیک بودیم مثل دوتا قمری همه جا میگشتیم برای حالا مثل غریبه ها از من فرار میکنی؟ آخه حالا دیگه بزرگ شدیم. خب بی. نه خوب نیست، اگه کسی ما رو ببینه. ببینم مگه چه اشکالی داره؟ ایوا خدا مرگم بده این حرف. مگه چطور میشه؟ اون وقت یک کلاغ چل کلاغ میکنن. آدم که نباید به حرف مردم گوش کنه. بابا جون. سلام دخترم، خسته شدم. بگیر اینو. بیا بابا. قربون دست. یا علی. سلام بابا جون. علیک سلام دخترم. خدا قوت، خسته نباشی. راست راستی که خسته شدم، دیگه بنیه‌ای برام نمونده. خدا نکنه. از باغ تا اینجا چند جا نشستم خستگی گرفتم. به به، چه بویی، چه غذایی.
خدا شما دوتا رو از من نگیر. تنها دلخوشی من تو زندگی شما دوتا دختر خوب هستین. بابا جون، کدوم یکی از ما دوتا رو بیشتر دوست داریم؟ هر دوتون و دخترم مثل دوتا چشمام دوست دارم. مگه میشه آدم یه چشمشو بیشتر دوست داشته باشه، یه چشمشو کمتر؟ مگه میشه؟ قربون تو بابا برم. چه بابای خوبی. الهی شکرت خدایا، این زندگی ساده و این همه خوشبختی رو از ما نگیر. آمین. کی باشه؟ هیچ کس. چه بر تو هیچ بدونه چقدر قشنگی؟ این حرفا رو نزن. قشنگی تو منو دیوونه کرده دختر. بعدی گناهه، اون وقت من باور میکنم. چرا که باور نکنی؟ باور کن، من دارم از ته دلم با تو حرف میزنم. از روز اولی که تو رو دیدم. وای نه نه، تو رو خدا این حرفا رو نزن. کجا؟ میخوام برم. چرا؟ آخه ممکنه پدرم بیاد با ما رو ببینه و فکرای بد بد بکنه. پس بیا لبه رو تو خونه، اونجا هیچ کس نیست. نه میترسم. از چی میترسی؟ ما میخوام درباره خودمون حرف بزنیم. تو رو خدا بذاریم برم، من میترسم یکی سر میرسه. بول بده که بعد از اون بیای لبه رو تو خونه. باشه باشه. اینا سب یادت نره ها، من منتظرت هستم. باشه. رفته بودم آسیا. چی کار داشتی؟ زود بگو میخوام برم. ببینم دلت میخواد ازدواج کنی؟ با کی؟ با کی؟ معلومه دیگه، با من. فقط بگو که دوستم داری یا نه، بگو. تو چی؟ عاشق تو، تو رو میپرستم. تو منو دوست داری؟ آره؟ سب باز چرا فرار میکنی؟ منو تو دیگه نامزد شدی؟ نه، هر وقت خواستگاری کردی نامزد میشیم. تازه باید شال و انگشترم بیاری. ازت خواستگاری میکنم، بهت قول میدم، باور کن. باور میکنم، اما باید صبر کنی. برای چی؟ برای اینکه به مادرم قول دادم تا خواهرم آمن عروس نشه اسم هیچ مردی رو من نباشه. با شاید اون به این زودی عروس نشه. اگه با من ازدواج کنی تو رو میبرم شهر، خانم خونه میشی، بچه دار میشی، بچه های قشنگ، بچه های مامانی و ملوس. اینه اون خوده. بیرم بایسا. بیرم بایسا دختر. رانندگی رو به تو بیاموزم؟ برو به همون رقاصت بده. و
چون چون نانا نانا چون 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 نانا نانا چون چون قربون ننت بری ما توی یک فان جون رسیدیم دیگه. او خواهش میکنم شما پیاده نشین، میخورین زمین کیومرث خان. من دارم به قشنگی را میرم دیگه. و جون عزیزت کیومرث خان چهار تا شنن نشون کردم که فردا میندازمشون بچه به مرگ تو. من از یکیشون خوشم اومده، اونم البته فقط برای یه شب. ما نه گمان من گمان من اگر برای ظهر باشد بیشتر تر لذت داره تا این که شب، البته به صورت تحچین. آره دامت چین چینیه خیلی خوشگلتر بود. تو بمیره من چی میفرمایم؟ شما چی عرضه میداری؟ آرسته ببینم دهن من بوم میده. ببینم ناخر قربان، به نظر بنده که اصلا بو نمیده. البته شما باید یک جوری راه بروید که چه جور؟ که آقا جانت نفهمه که شما مستی. نکی من مستم با تو هی تلو تلو میخوری. بنده پلو میخورم؟ ناخر چلو میخوری. چرا براتون میارم ولی اینجا شیر خوردن خیلی مزه میده. خوشگلی دختره. نه تو رو خدا جلو نیار. چشمات سینهات خودت میدونی چقدر قشنگی. نه آقا تو رو خدا بلم کنی، چرا همچین میکنی؟ الان مراد سر میرسه. نه آروم زاده دستتو بکش. تو برود بیا افکن نون و نمک بابا تو خوردم و الا همینجا خفت میکردم. اگه یه دفعه دیگه اینجا ببینمت میکشمت. خفه شو احمق دل. بلش کن بذار بره بره گمشه. توری چون نه چیزی نیست. چرا سب کن. که تو اومدی به کوری چشم اونم که شده عروسی رو جلو میندازم. یادالله جان یادالله اینا رو کجا میبرم؟ میبرم خدمت آقای کیومرث خان. بده من ببرم. برای چی تو ببری؟ بدش من. بده من. عجب دختری فضولی ها. لا لا الا الله. خیلی خوب باش. پس تو رفتی خدمت آقای کیومرث خان ها؟ منم حالا میرسم خدمت مرغ و خروس ها. میرسم خدمت مرغ و خروس ها. شاکرم ارادت کیشم تو که نظری به ریشم. چی اومدی اینجا؟ مجله ها رو برات آوردم. خب پس چی شد؟ چی شد؟ قولی که به من داده بودی؟ کی از من خواستگاری میکنی؟ فعلا وقتی این حرفا نیست. حالا برو ممکنه پدرم بیاد. پس تا
تکلیف من چی میشه؟ امروز که خیلی کار دارم، یه روزی بالاخره با پدر صحبت میکنم. کی؟ هم فردا یا پس فردا. بالاخره یه روز که فرصت کردم ازت خواستگاری میکنم. فعلا برو. باشه میرم. اینقدر منتظر میمونم تا بالاخره یه روزی کار نداشته باشم. سلام آقا. علیکم السلام. چرا گریه میکنی؟ چیزی نیست. بایسته ببینم بطا هستم آسیه. یعنی چه ببینم چرا آسیه گریه کنون از اینجا میرم؟ من اطلاعی ندارم پدر. چطور میشه تو اطلاعی نداشته باشی؟ روز اولی که وارد ده شدیم من به تو گفتم کاری نکنی که آبروی چندین ساله من از بین بره. تو هیچ میدونی اگه اهالی آبادی بویی ببرن نقشه تو باید با خودم ببرم. حالا اگه اون دست سر من ور نداره چی پدر؟ تو بیشار سر تو عین اون کپکه کردی زیر برف فکر میکنی هیچ کس تو رو نمیبینه و از کارهای زشتت بیخبرن؟ امروز صبح رفتی سر وقت آمنه تو طویله، بعدم مراد خونین و مالین کردی. من فکر میکردم تو رفتی اروپا آدم شدی. در صورتی که انسونیتت هم از دست دادی فقط کسافتکاری های اونا رو برای من سوقات آوردی. پسر یه رزل، زود با چمدونتو ببند. یدالا میبرت تهرون. دیگه نمیخوام بیشتر از این باعث ننگ و بی‌آبرویی بشی. یلا برو از جلوی چشمم دور شو. بازم که رفتی تو فکر؟ نه. بالاخره ماه زیر ابر نمیمونه. بگو چی شده؟ هیچ. تو رو خدا اینقدر آه و ناله نکن. آدم غمش میگیره. اگه اخماتو وا کنی یه موضوعی رو بهت میگم که فقط منو مراد میده. آه چه موضوعی رو؟ ناراحت نشو، خبر خوشیه. وای خدا بگم چی کارت کنه دختر؟ بند دلمو آب کردی. چی میخواستی بگی؟ بگو. فردا مراد برام شال و انگشتر میاره. تو رو خدا، الهی شکر. مبارک ایشالا، امیدوارم سفید بخت بشه. کاش مادرمون زنده بود و تو رو تو لباس عروسی میدید. اینقدر آه نکش، من نمیتونم تو رو ناراحت ببینم. آمنه آمنه بیا تو. میخواستم برم شهر، اومدم ببینم چیزی لازم دارین براتون بگیرم یا نه. نه، چرا این وقت شب تو بارون؟ باید برم بنزین بگیرم. شومرز فردا صبح میخواد گورشو گم کنه بره. خب که گفتی چیزی نمیخوای؟ نه، چیزی نمیخوام. پس من رفتم. خداحافظ. خداحافظ. ای وای خدا جونم، کمکم کن. چی شده؟ چرا ناراحت شدی؟ حالم خوب نیست، سرم داره گیج میره. حرف بزن، یهو چی شد؟ چیز مهمی نیست. خدا هر حالم یکی میبرم شده. چیکار داری میکنی؟ کجا میخوای بری؟ من میرم بیرون هوا بخورم. این وقت شب چیکار داری؟ درسته که میخوای بری؟ آره، برام گرفتاری پیش اومده، حتما باید برم. من برات دعا میکنم، ولی کی برمیگرد؟ معلوم نیست. معلوم نیست؟ پس من چی کار کنم؟ فعلا چیزی نمیتونم بهت بگم. باید به من قول بدی. تو باید تکلیف منو معلوم کنی. چه تکلیفی؟ دیگه داری پاتو از حد خودت بیرون میذاری. برو دیگه مزاحمم نشو. مزاحمت نشم؟ آره برو گم شو. گم کن. احمق دیوونه، دیگه نمیخوام ببینم. برگم تو. نه، من رحم کن. منو ببخش. منو ترک نکن.
هر کاری بگی میکنم. حاضرم کنیزت بشم. اگه تو بری من میمیرم. من خودمو میخواستم. به جهان هم یه حیوان کمتر. اینجوری با من حرف نزن. من از خودم هم خجالت میکشم. تو باید به من قول بدی. تو باید به من قول بدی. خیلی خوب باشه، بهت قول میدم. دیگه بسا برو. برو کنار. برات شب و روز دعا میکنم، اما یادت باشه که همیشه منتظرت. همیشه. جون مادرش کن، نخور قربانت. نخور جون مادرت بکن، ولی کن دیگه. ماشالله به این تخمه. آها یادم، داری چی کار میکنی؟ دارم به تخمش میگم هزار ماشالله. ماشالله به این مرغه. ببین مرغه چه نازه. چشم تخماش مثال کازه. برو دنبال کارت. قربون چشمای خمارت. چی گفتی؟ هیچی، عرض کردم سایه مبارک هم نشم. لطف اولی زیاد. رفت جان. درددام دام دام درددام دام دام تارادی تا 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 تا. بله قربون، همه جا دست گل به آب داده. باور کنین نسل هرچی مرغ و خروس از رو زمین ورداشته، واسه همینه که سر صدای همه در اومده قربون. حالا این مرد که کدوم گوریه؟ این پسرها رو تو ماشین معطل کردن. چند روزی نیست که شما اومدین اینجا، حیف این هوا نیست که میخواین به این زودی ده و ول کنین و برین شهر؟ نه خیلی کار دارم، باید برم. هر طور میلتونه، ولی خیلی دلم میخواست برای عروسی آمنه اینجا میموندین. اونا هاش داره میاد. ای بابا کمک کنید، چی میکنه جان من؟ این ضعیف ها افتاده به دنبال من. بله سلام عرض میکنم. کجا بودی پسر؟ بنده جایی نبودم، همینجا در پشت سر جناب عالی. بنده مثل سایه شما، بنده که سلام عرضت داشتم خدمت شما، اما شما علیک نفرمودی به بنده. بنده هستم در امری هست، بفرمایید شما. اینا چی میگن؟ کی؟ چی؟ من؟ من که هیچی نمیگم، شما چی میگی؟ اینا رو میگم، میگن مرغ و خروساشون رو دوستیدی. کی؟ من؟ چرا تهمت بیجا میزنی؟ هشی آقا عقب یا پیدی یک من مرغ رو میزنم. این چیه؟ اینا کی گذاشته تو پشتم؟ ای داد و بیداد. اینا چیه تو دستم؟ اینا کی گذاشته تو مشتم؟ من بده من مشکم. درو برو برم تو سقیل. بفشارو در صندوق عقب و واکن ببینم. در صندوق عقب کلید گم گشته و دروانه. بده من ببینم. با فرمایید این هم سوال چی؟ اما شرط بنده پیدا کردید یک عدد صد تومانی از بنده دریافت بکنید. صد تومان رو من کنون صد تومان اینا که خروس هم غور بنده کرد. با بنده شرط کردم که اگر مرغ دارد صد تومانی ای دور بیداد آبروم را جالت بکنه. خوشون قاچاقی اومدن سوار شدن. بنده که خراب هست نمی کنم و دور بردید. آخی تو بیا برو کنار، آبروی منو بردی. داشتی؟ نه. پس چرا ناراحت شدی؟ حرفشم نزن. ای شیطان، بگو عاشقش شدم. نه بابا، دست از سرم بردار. عجل به تو مهلت نداد که
دختراتو تو لباس سفید عروسی ببینی، ولی بالاخره یکی از آرزوات برمنت با لباس سفید به خونه مراد رفت. دعا کن، منم دعا میکنم که اون سفید بخت بشه. ولی من چی؟ چطور از این تیر روزی رسوایی نجات پیدا کنم؟ به کی پناه ببرم؟ با کی درد دل کنم؟ اگه به تو مادر قول نداده بودم که برای آمنت مثل یه مادر باشم و تا اون به خونه شوهر نرفته من پای سفره عقد نشینم، هیچ وقت اون نامرد دامنم و لکه‌دار نمی کرد. حالا چی کار کنم؟ بگو چه خاکی به سرم بریزم؟ باشو چوپی برسی، باشو یالا. چبللی قلب کمک کنید به مریض توزا. فشار خونش بالاست، وقت تلف نکنید، هرچه زودتر اونو به بیمارستان برسونید. وسیله ای نداریم، چطوری اونو ببریم شهر؟ با کی؟ میگی چون اگه وجود داشت تو هیچ وقت منو بی‌سیرت نمی‌کردی. اینشا صبر کن دخترم، از من فرار نکن، من باید از تو خجالت بکشم که این پسر رزل بی‌شرف این بلا رو سر تو آورده. پدر اگه اجازه بدین من خفه شو. گریه نکن دخترم، اون باید با تو ازدواج کنه، وگرنه اونا از همه چی محرومش میکنن. خمو جان، اون نمیدونه من زندگیم و مدیون پدرت هستم. افسوس، دلم نمیخواست اینطور پاداش و محبتهای شما رو بده. پدر جان، شما هرچی بفرمایید من حاضرم. شما مریض هستین، خودتونو ناراحت نکنید. گریه نکن، همه چی رو به راه میشه، تو عروس من میشی. قبل از مردن میخوام عروسی هر دوی شما رو ببینم. دستتو بده من. امیدوارم که ملالی نداشته باشید. من حالم خوب است و هرچه زودتر. نوشتی دخترم؟ بله. از قول منم به کلبلی بنویس. سلام پدر عزیزم، ایشالا که حالتون خوب است. خیلی دلم برای شما تنگ شده، برای شما، برای آمنه خواهر عزیزم. پدر جان، نمیدونم این خبر شماها را خوشحال خواهد کرد یا نه، این را از زبان آقا نواب می نویسم. فکر نکنید من بی حیا شدم. اگر خدا بخواهد تصمیم دارم با اجازه شما دخترتون آسیا رو به عقد کیومرث پسرم در بیاورم. الحمدلله. خدایا به کریمیت شکر، به رحیمیت شکر، تو چقدر بزرگواری. خدایا دخترم خوشبخت شد. تو رو شکر میکنم، تو رو شکر میکنم. الهی صد هزار بار شکر. آقای نواب،
شما سرور ما هستین. من آرزو دارم آسیه کنیز شما باشه، چه برسه به اینکه عروس شما بشه. لطف خدا شامل حال من شد که دخترم زیر سایه شما زندگی بکنه. چطور میتونم در مقابل این خوشبختی که به من ارزانی شده جز اینکه خدا رو شکر کنم حرفی بزنم؟ شما صاحب اختیارین، هر جور خودتون صلاح میدونین. اگه اونو به کنیزی خودتون قبول دارین من عرضی ندارم. خب الحمدلله، دیدی دخترم پدرتم موافقت کرد، دیگه جای نگرانی نیست. حالا پاشو یکی از لباسایی که برات خریدم، یه خوشگلشو انتخاب کن و بپوش. چشم. یه دستیم به سر و صورتت بکش تا کیومرث ببینه چه زن قشنگی داره. کردم دختر قشنگی مثل تو انتظار منو بکشه. بیا بیا پایین. نه بیا، ناز نکن. باید به افتخار زیبایی تو امشب دو نفری جشن بگیریم. ببینم که امشب خبراییه. پس امشب تو تنهایی جشن گرفته بودی ها؟ خب حالا من جشن تو رو کامل تر میکنم. من تا حالا مشروب نخوردم، بلد نیستم. خیلی زشته یه خانم با شخصیت بلد نباشه مشروب بخور. بیا بخور. اگه میخوای زن ایدئال من باشی باید مشروب مثل خانمای اشرافی بخوری. خب حالا برو برو. چیزی نیست، دفعه اولت. نباید یه دفعه چیزی رو کاری کنی، فقط باید گلوت رو تازه کنی. ببین اینطوری تموم شد. ببین من رقص بلد نیستم. باید یاد بگیری. مگه نمیخوای یه زن ایدئال برای من باشی؟ چرا؟ این دستتو بذار اینجا، اینم بدش من. خب شروع. سرای بیشرف بالاخره آدم نمیشه. بیا بستی دیگه. چیه؟ بسته شدم. چرا قش کردی؟ سرم داره گیج میره، من نمیتونم نمیتونم. پس تو به چه دردی میخوری؟ چطوری میخوای یه زن ایدار برای من باشی؟ من یه زنی میخوام که بدون من ببرمش تو اجتماع، رقص، قمار، شنا، همه چی بدونه. نه اینکه باعث ننگ و سرشکستگی من بشه. برنش گورتو گم کن و برو. اگرم پول میخوای بهت میدم که جبران تجاوز به ناموست شده باشه. بیا بگیر، بگیر و دست از سرم وردار و برگرد بده. این چه صحبت بی شرف؟ فکر کردی من یه زن هرزم یا با یه زن فاحشه طرفی؟ نامرد چی شد؟ امو جان چشمو چرا باز کنی؟ امو جان بلند شی، امو جان بلند شی.
هم دیگه مرد. نه نه اون نباید بمیره. نه خدا این آمنه دخترمه. چیه چی شده؟ خبر بدی برات دارم آقا نواب. آقا نواب. آقا نواب چی؟ آقا نواب نکنه؟ آره آقا نواب مرد. بازم که داری گرگه میکنی؟ آره این لباس شوم از تنت بیرون نمیاری؟ آخه مردم چی؟ مردم هر غلطی میخوام بکنم. تو وقتی که خود لعنتیش زنده بود همه چیزو در من کشته بود. حالا که تو با این کون پرستیات جونم و به لبم رسوندی، تو نه اون زنی هستی که آدم بتونه برای اجتماع بسازدت، نه زن زندگی هستی. تو اصلا به درد همون ده و دهاتی ها میخوری که گاف بدوشی و گندم آسیاب کنی و نون بپزی. خیلی خوب، حالا عصبانی نشو، دیگه گریه نمی کنم. لباس سیامم از تنم بیرون میارم. تا حالا که هر چی تو گفتی من قبول کردم، بازم قول میدم هر جور بخوای خودمو برات بسازم، هر جام تو بگی من میام. باشه. الو. الو سلام عزیزم، خودتی؟ میخواستم یه مشتهی بهت بدم. تو همیشه برای من خوش خبر خب، چی میخواستی بگی؟ امشب قراره یه جشن بگیریم، یه پارتی از اونایی که تو خوشت میاد. خب، میای عزیزم؟ آره میام، آسیه رو با خودم میارم. همچین دکش کنم خودت کلیپ کنی. باشه. برو لباستو عوض کن، به خاطر من و تو شهناز امشب پارتی داده، باید بری. پارتی؟ پارتی چی؟ پارتی یعنی جشن. جشن؟ آخه پدر تازه مرحوم. خب حالا بلنشین برخصیم. آخه من از کیومرس اجازه ندارم آبا. من اجازه که شما رو گرفتم. اجازه بدیم. بفرمایید اینم برای آمادگی کامل. بخورید. والا من رقص بلد نیستم، به خدا راست میگم. خودم بهتون یاد میدم خانم، اینطوری میگرمتون تو بغل و مثل یک پروانه پروازتون میرم. نگاه کنید، درست به آسمون نگاه کنیم، چرخش زمین رو ببینیم. ما هم باید مثل اونا بچرخیم. دیدین؟ دیدین کنیم. سرم داره گیش می. من کجا هستم؟ تو بغل من هستم. این پاکت رو دادن بدم به شما، به منم دستور دادن که هر جا تشریف ببرین با ماشین برسونمتون. موسیقی
نیابت خود پدر و مادر الان خصوص سفارش کنند بگان قربت نمیان الهی قرض قرض مندان ادا حاجت حاجت مندان روا و درد درد مندان دوا بفرما رحمت که یارم. من به این امامزاده بعد اینکه بدهیم صاف شد دست از رقاصی میکشم با تو میام دیر تا آخر عمر باهات زندگی میکنم. خب حالا تو من دایم به این امامزاده تا زمانی که اسم تو روی این کله بنده است نه به تو خیانت میکنم نه چی گفتی؟ یه دفعه دیگه قسم بخور. گفتم تا زمانی که اسم تو رو کله بنده سب کن بهت خیانت نمیکنم. این چیه؟ اسم جناب عالی نمکی. اسم منو نوشتی گذاشتی رو سرت کلک میزنی خیالت رسیده کور خوندی یا نه صحنه آقا بریم بیرون. گفتم بریم بیرون. شما بفرمایید. نه خیر شما بفرمایید. آقا بعد من جلو برم. خب جلو برم. یا آمزده من همه خواهید سرکنه خواهید زدی سرم شکستی مهی تو چی برستی؟ حاجه شده دی بعد از این پدر تو در میارم. من وقتی گفتم یا علی تو آخر عمرم هم یا علیه ایشالله تو اول برج به دیگیم صاف میشه میریم تا یه زندگی پاک و بی درد سر شروع کنیم ایشالله اینجا رو که بپا آسیه خانم اینجا چیکار میکنی؟ هیچی نیست هیچ طور نشده وایس تا کجا داره میری؟ با تو هستم آسیه خانم صبر کن معاینت کنم نکنه تو معیوب شده باشی. آهای آسیه آسیه از دوستان قدیم منه. چی؟ نفهمیدم آسیه؟ نالوچه همین حالا واسه من قسم خورد که هیچ کسی تو زندگیش نیست اینم تو زرد از کار در اومد آهای نفس که کیو مرس از جون من چی میخواد؟ با من چی کار داریم؟ چرا شما داری گریه میکنی؟ من میخوام ببینم ایوی کردی یا نکردی؟ من که با شما کاری ندارم که آه داری پدرت من با تو کار داری؟ نه پدرت نه چرا من چی؟ نظر من ببینم اینجا نظر این کیه؟ این آسیا خانم دیگه. این یارو کیه مگه تو همین حالا واسه من قسم نخوردی؟ بابا جان تو چرا انقدر کج خیالی میکنی؟ این همون آسیا است که دست کیو مرز خان آسیا گول ایستاده و دامن پاکش لکه دار کرده. باره که ببینم میگم به جان نمکی به جان چوبکی نمکت کنم کنم که دروغ بگم این نه چیه؟ آسیا از کی تا حالا اینه میشناسی؟ یه چند وقتی میشه پس چرا تا اینو دیدی فرار کردی؟ خیال کردم کیومرث بهش گفته منو زیر موتور بگیره. من دیگه پیش اونها کار نمیکنم. من اخراجم برای خودم کار میکنم. جای درد نگرفته. نه دلم رو هر کی بردش اما خیلی
شب حالم خوش نیست. اگه مدیر بفهمه نرفتی سر میز مشتری برات گرون تموم میشه. مهم نیست بابا. حالا دیگه زبون در آوردی؟ پاشو برو سر میز مشتری. حالم خوش نیست. گفتم بلند شو برو. من خوش میرم. کسو چی میزنیش؟ بهش بگو گورشو گم کنه. چرا؟ برای اینکه نمیره سر میز بشینه. گفتم که اگه بخوای بیای کافه باید بری سر میز مشتری. تمام آرتیستایی که تو کافه دارن کار میکنن از روز اول مثل تو بودن، ولی کم کم عادت کردن. بهت قول میدم یه روز روبروی مشتری اینجوری بشینی و براش چراغ بزنی که برات یه فیشورد بده. اون مدیر بدبخت فلک زدم گناهی نداره. اگه نتونه مشتریاشو راضی نگه داره صاحبکافه عذرشو میخواد. تو چی فکر میکنی؟ اینایی که از مردی فقط یه کلا شاپو و یه سیبیلی از بناگوش در رفته دارن میان تو کافه میشینن برای چی؟ برای اینکه یه چتول عرق سگی خالی کنن تو شکم کارت خوردهشون یا غمشون رو فراموش کنن، نه به پیر نه به پیغمبر. پس برای چی میان اینجا؟ برای چی؟ عادت کردم. عادت به چی؟ عادت به من، به تو، به زنای دیگه، به بی‌حیایی، به لوندی. مگه زن نداره؟ چرا؟ شاید زناشون قشنگ نیستن ها؟ قشنگ نیستن. چه میدونی ممکنه زناشون از من و تو هم قشنگتر باشن. پس چرا میان؟ دیگه چی میخوان؟ میان تو عین هم مرغ ماهی خوار از تو لجن شکار کنن. ببینم تو که اینا رو میدونی واسه چی اینجا موندی؟ قرض دارم، یه سفره نذر کردم تا زودتر قرضمو بدم. بعد دست این یدولا رو که میگن آب دماغشو نمیتونه بالا بکشه، در عوضش یه دنیا صداقت و صفا داره، بگیرم و برم تو همون دهکوره شما و یه زندگی آبرومندی رو علم کنم. ایشالله اگه جای تو باشم زودتر برمیگردم ده که بیشتر غرق نشه. دیگه روم نمیشه، من حتی از خودم هم خجالت میکشم. دی آسیه دختری نیست که تو رو فراموش کنه. نوشتم و از حال احوال شما جویا نشدم منو میبخشین و علتش مرگ مرحوم آقا نواب بود. برای همین من جورم عروسی ما مدتی به تأخیر افتاد. من فکر نمی کردم کیومرث تا این اندازه آدم خوب و مهربونی باشه. یه منزل خیلی قشنگ به نام من خریده که انشاءالله به اتفاق مراد آمنه به تهران میاد و میبینی. از قول من به خدمت عمو رستم، سکین بقا، فاطمه سلطان، مشروقیه و همه و همه آبادی سلام برسونی. خدایا صد هزار بار شکرت که دخترم در نازم. جبللی تو که اینقدر صاف و ساده نبودی، ناسلامتی چند تا پیرن از ما بیشتر پاره کردی. دختره تو تهرون عین هم مرغ کرد، هرکی دست روش میذاره فوری کوک میکنه. خفه خون بکش، دهن تو آب بکش نامرد. چرا بدو بیرا میگی؟ مگه من تنها میگم؟ اینو همه میدونن. من برای خودت میگم،
میگی نه جیباتو بر بکش برو ببین شهر چه خبره. جلوی دهانتو بگیر نظر تو رو دست بلند کنم. بگی بشین قبل علی شیطان رو لعنت کن لا اله الا الله. بشم ای تو نمیتونی جلوی دهن صاحب مردکه بگیری. خیلی خب بابا بیا ما خفه نشیم و برو به کمرک. اما مگه میشه دهن همه رو بست؟ اسما تو بگو. بابا ما چی بگیم؟ این که دیگه مثل کفر ابلیس عالمگیر شده. تو دیگه چی میگی لاش خور؟ خون میگی کبرنی به حرفای اونو گوش نگه بگی بشین بابا خونتر باشه. من گوش نمیدم. میدونم اونا دروغ میگن اما مردم رو چی کار کنم که خیال میکنن حرفای این خرمن دزدار راسته. شما ها که باور نمی کنید میدونین که دختر من پاکه. دختر من پاکه به همون خدایی که ما را آفریده دختر من پاکه. آره تو بمیری اصلا فرشته هست. ای مرش عجب آدم های بی خودی انا مردم رو ناراحت میکنن. اینقدر جنب دهن اینا نزار کبله. بلند شو بلند شو ناراحت نشو بلند شو کبله. چاره ای ندارم هم رستم به خاطر حرف مردم هم چه شده میرم شهر. بلند شو بابا بلند شو. خسته نباشی. خیلی ممنون نمکی خانم. سلامت باشی. کجا؟ میرم پیش قدسی خانم پیرنمو بگیرم. یه فنری دنبال عشق. امروز باید بریم سراغ جدید. ببینم آقا پسر خونه این نمکی کجا؟ اون یکی اونجا ممنونم. یا الله کی کار داری عمو؟ ببخشین من از ده اومدم. بهم گفتن دخترم اینجاست. اسمشم آسیه است. والا من آسیه نمیشناسم. فقط میدونم یه دختر اینجاست که با نمکی زندگی میکنه. میگن یه وقتی تو ده بوده. حتما همونه خودشه. برو اون اتاقمو. آهای نمکی خانم با شما کار دارن. این آقا با تو کار داره. خیلی خوب. چی میخوای اما همینطور سرتو انداختی پایین اومدی تو؟ من پدر آسیم. پدر آسیه هستی که هستی. چی گفتی؟ پدر آسیه؟ آره از ده اومدم خانم. نشونی اینجا رو به هم دادن. گفتن دخترم پیش نمکیه. تو این محله نمکی زیاده. با نمک و بی نمکش و پیری میگن نمکی. دختره تو را نمیشناسم. به من دروغ نگو. حتما پیش آمدی شده. بگو به سر دخترم چی اومده. من این همه راه فقط به خاطر اون اومدم. باید دخترمو حتما ببینم. گفتم نمیشناسمش. مگه حرف سرت نمیشه؟ حالا اون رو سگمو بالا میاره. از اینجا برو بیرون. آب من نگی کجاست. از اینجا نمیرم. راه عوضی اومدی پیری. برو پیش جنگیر رمان تا بهت بگه کجاست. ببین خانوم های آب رو در میونه. تو آبادی شایع شده که آسیه فاحشه شده. میدونم که دروغه اما اگر راست باشه ها با همین دستای خودم خفش میکنم. بعدم نعششو میبرم تو همون قبر سور ده خاکش میکنم. به من بگو من نمیدونم. بگو نمیدونم. کجا فرار میکنی؟ من نمیسرم بری. کجا فرار میکنی زن دروغ؟ کجا؟ بگو بایلا خفت میکنم. بگو چه بلای سرش آوردی؟ دعوا شده رمز.
باید به من بگی دختر بدبخت به من کجاست؟ تا نگی دختر کجاست؟ بداره میدونه دختر من کجاست؟ درستان پیرم دخترت کیه؟ آسیه من اصلا اونو نمیشناسم دروغی بهش آدرس منو دادن گفتم دخترش تو این محله است پیش منه چرا گوش به حرف مردم میدی؟ تو که دیگه ماشاءالله دنیا دیگه پیر من ای بابا کاش به این دنیا نمیومدم کاش این دنیا رو نمیدیدم وقت پیش اهل آبادی اینطور آبروم نمیرم دیگه من بیچاره شدم بیا بریم کنیم خسته هستی یه چایی بخور حال جا میاد نمکی جون این دفعه برات علیک سلام مشهد الله خدا رو شکر که تو رو دیدم چطور از این طرف ها؟ راستش اومدم دنبال آسیه همه به من میگن اینجاست خوب شد تو پیدا شد کجا بودی مشهد الله عرض کنم که بنده رفته بودم به مریضان سر بزنم یک چند تا مرغ براشون برده بودم نمیدونی چقدر دنبالش گشتم براش دلواپسم اقلا تو به من بگو کجاست مشهد الله ببینم قبل علی چند تا مرغ برام آورده ای تو به من بگو آسیه کجاست هر چند تا مرغ بخوایی تقدیمت میکنم عرض کنم که من که از برای خیشتن نمیخواهم قبللی برای یک مش مریضی که در این در و همسایه هستن لازم دارم بگو آسیه کجاست همه دختر من پاکه البته پاک و پاکه هرچی گفته جوش در زیل خاکه غلط کرده که گفته قبللی بفرمایید بریم من نشونت میدم که بریم. چه جای پر زرق و برقیه آدم حظ میکنه یک همچی جای رو ببینه یدالله نمکی جان نونش بده آبش بده سرش ببر پول گرفتم خرج خودتو شهناز کردم من این حرفا سرام نمیشه تو؟ اومدی چی کار؟ این زن هر جای رنجی را داده هیچ کس من خودم اومدم باهات حرف بزنم تو از جون من چی میخوای؟ مگه نگفتم دیگه این طرفا پیدات نشه هر جای بی سرپا دیگه از این حرفا گذشته هرچی دلت میخواد به من بگی بگ من فقط اومدم یه خواهشی ازت بکنم خواهشم رو رد نکن در تمام عمرت فقط یه لحظه به احساس و عاطفه به انسانیت فکر کن بازم صحبت از احساس و انسانیت برا گورتو گم کن ازت تقاضا میکنم به من که رحم نکردی لااقل به پدر پیرم رحم کن اون اومده شهر آخه من براش نوشته بودم که ما میخواییم با هم عروسی کنیم حالا اگه بفهمه من به اون دروغ گفتم سکته میکنه میمیره ازت خواهش میکنم اقلا جلوی روی اون نشون بده که ما خیال ازدواج داریم خواهش میکنم تو رو خدا این کار بکن قبول کن من از تو خواهش میکنم بهش رحم کن باشه برای خنده و تفریحم بد نیست داریم نزدیک میشیم قبلنی جان بفرما پیاده شو قبلنی خدا توفیقت بده همینجاست قبلنی بفرما ای درست خودشه باید همینجا باشه چون نوشته بود عمارت قشنگیه شما نمیای تو؟ بنده نخیر قبلن عذر بنده را خواستم بیرونت کردن؟ چی؟ سگ کی باشن؟ بنده را اخراج کردن خب مرحمت عالی زیاد خدا حافظ شما ای داد بیدار خدا آخر آفت نور بخیر بازم بردی ها سلام عرضی سلام این دیگه کیه؟ چه بدونم بازی تو بکن به به سلام کبللی دست شما رو میبوسم چطور شد یاد ما کردیم به جون شما من آسیه هر لحظه منتظر اومدن شما بودیم که اجازه عروسی مون اجازه مام دست شماست شما سرور ما هستین معلومه که مثل پدر مرحومتون قلب رعوف و مهربونی دارین آقا اگه آسیه بفهمه خیلی خوشحال میشه صبر کنی الان بهش میگم صبر کنی آسیه آه خدا رو شکر دخترم داره خوشبخت میشه
آسیه، کجایی؟ چی کار داری میکنی؟ الان میام عزیزم. بیا ببین کی اومده. اومدم. ده زود باش دیگه. خدایا کمکم کن. خب، شما بفرمایید، الان میام. دروغگوها، چطور بی خودی با هوچیگریشون میخواستن خونواده ما رو رسوا کنن؟ بی چشم روا، نمک به هرما. من بهشون گفتم دختر من باکه، دختر من یه فرشته است، فرشته. پدر؟ دخترم خدایا شکرت، الحمدلله. آن نمیدونی چقدر خوشحالم که اومدی پدر. فردا شب شب عروسی ماست. اگه میدونستم چند تا مزغونچی هم با خودم میآوردم اینجا که بزنن و برخصن. بعدم میرفتن ده به همه میگفتن به... امرایی میکنم، شما باید از این ریخ در بیاییم، چون باید پدرزن من شیکترین لباسا رو بپوشه، باید یه جنتلمن واقعی باشه. ببینم پسرم، میخوای اسمم عوض کنم؟ فقط یه دعا میتونم بکنم، الهی اونایی که عروسی کردن به پای همدیگه پیرشن، اونایی هم که تازه عروسی میکنن همیشه خوش و خرم باشن و از من پیر مردم پیرتر و پیرتر میشن. مگه عروسی چه مزه‌ای داره؟ ببینم تو شوهر شدی؟ پس وقتی که شوهر کردی مزهشو میچشی. اگه 30 سال پیش بود خودم مزهشو بهت میچشوندم. راستی کبی جون، شوهر چه مزه‌ای داره؟ ترش یا شیرین؟ اگه دوستش داشته باشی خیلی خیلی شیرین، از اصل هم شکر. خب اگه دوستش نداشته باشم چی؟ اون وقت مزهش خیلی خیلی وقلخه، از زهر حلاحلم ترخ تره. مثل اینکه یه عمر شوهر داری کرده. خب می نوشیم به سلامتی عروس و دوماد. خوش باشی درزن از فرمی. آخه من تا الان نخوردم. اینجا که ده نیست، از اون گذشته کسی نمیفهمه. بخور. دهنم نجس میشه. بخور بعدا دهن تو آب بکش مثل خیلی های دیگه. اینم به خاطر شما. وای آتیش گرفتم. جگرم سوخت. چشام داره سیاهی میده. بیه جونی با هم برخصیم، من و تو به هم خوب میاد. آخه من از این رقصایی به هم بخوریم. نه بیاد میدم. خیلی خوب ببینیم چی کار میشه کرد. چشام داره سیاهی میره. دیگه پدر، اینا آدم نیستن، اینا نه شرف دارن نه از انسانیت بویی بردن، اینا دارن تو رو
که این عروسی دروغه، دروغه. من به تو دروغ گفتم پدر، دختر تو پاک نیست. دامن دختر تو کیومرث لکه‌دار کرد. آره، من یه زن هرزه و هر جاییم. چی میشنم؟ چی میبینم؟ نه، نمیتونم باور کنم. یعنی درست؟ پس تو توف به رتفیت عیف اون مرد که پدرت بود، این مرد خوش قلب و ساده و مهربون که میخواست همه خوشحال و شاد باشن، اما تو، تو یه خونواده بیگناه و مردم یه آبادی رو رسا و بدنام کردی. تو و همه اینا که دارورت هستن، قلب پاک من و دخترم رو شکستی. این لباس رو تن من کردید که من پیر مرد و به اشکای دختر بدبختم بخندید. بگیر، بگیر. پدر بلند شو، بلند شو، بریم پدر، از زندگانی خستم، خیلی دلم گرفته، خیلی دلم گرفته، از گردش این روزگار دارم شکایت پیش شما. عمر و جوونیم رفته، خیلی دلم گرفته. بهتر زودتر اساسمونو جمع کنیم و از اینجا کوچ کنیم. یعنی برای همیشه از اینجا بری؟ مجبوریم. هر جا بریم میتونیم کار کنیم و یه زندگی بهتری واس خودمون درست کنیم. چشممونم به چشم اینا نمیافته. آره آره، بعد از اون همه رسوایی که به سر ما آوردن، دیگه موندن ما تو این ده اصلا صلاح نیست. چه کنم با دلی که شکسته، به دلم کوه قصه نشسته. چه کنم با غریبی قلبم که برام هر دری شده بسته. بروم خسته از همجا، خسته از همجا، سر به گریه گذارم. شدم فرد درد و بنا، بیش از این به خدا تا به قصه ندارم. من مرکاکی از زندگانی خستم، خیلی دلم گرفته، خیلی دلم گرفته، از گردش این روزگار دارم شکایت بی شما. چقدر پول بهش دادی؟ 250,000 تومان. به نظر من بهتر بود اموالش رو توقیف میکردی. نه، اون وقت تو درد سر میافتادم. جلب بهتره، با
ممکنه از ترسش راضی بشه خونه رو به اسمم بکنه. پس من چی؟ من که این همه مواظب خودت و پولات بودم. خب منم در عوض برات خونه و زندگی درست کردم، مگه نه؟ از اون گذشته من و تو نداریم، هر چی دارم مال خودت. خوش کنه. اونجا رو از بستگانشون هستیم. از طرف اداره انحصار وراثت منزل و اموال آقای نواب و محروموم کردیم. برای چی؟ چرا؟ از فوتشون اموال منقول و غیر منقول رو به نام عروسشون خانم آسیه کردن. بخور. این همه؟ پس خودت چی؟ ببینم چی ملچ ملوچ میکنی؟ یه خورده قره قروته. نکنه خبرایی؟ بیارت خواهر جون. ها؟ ای بلا، پس چرا به من نگفتی؟ قربونت برم الهی، آخرش خودت فهمیدی دیگه. خیلی خوشحالم، ایشالله قدمش مبارکه. آخ، اگه اونم به قولش وفا میکرد. منم الان کی به قولش وفا میکرد؟ منظور کیومرسه؟ حرفشم نزد. سلام علیکم. سلام. کیومرس خانم خدا رسول ببینیم میتونیم ترکش کنیم. سلام. سلام. خوش اومدین. از بعد مرگ پدر خدا بیامرزتون این طرف ها دیگه تشریف نیاوردین. خب کار داشتم، اومدم یه سری به خانواده کبللی بزنم. چی میگه کیومرس خان؟ اونا بعد از اون همه آبروریزی از خجالتشون بیچاره شبونه جلو پلاسشون رو جمع کردن و زدن به چاک. کجا رفتن؟ ده همینجا شکرش داره. چه والا این رفیق ما عادت داره مثل عروسا وقتی میخواد حرف بزنه زیر لفظی بگیره. آه فهمیده. بیا حالا بگیم ببینم کجا رفتن. رفتن طرف قله بالای کوه. جون من میرم آب بیارم. تو دیگه نباید از این کارای سنگین بکنی. باشه خودم میرم آب بیارم. نه هنوز خیلی وقت داریم تا من مادر بشم. فعلا که کاله، نگران من نباش، زود بر میگردم. تو کاری نداره، زود گورتو گم کن از اینجا برو. گفتم با خواهرت کار دارم، بگو اون کجا. نمیدونم. حرف بزن دختر احمق، من باید اونو ببینم. زندگی و آبروی من در خطره، میفهمی؟ پس کی تو به حال به فکر آبرو هستی؟ بیا بریم. خواهشو برم کن. بی آبروی رو نشونت میدم. کسافت. آمون چی کسافت؟ جا کرم میری برشا. کمک!
آمنه. آهای آمنه. باشا کبرلی کبرلی دامادت کجاست؟ تو شهر چی کارش؟ دختره داشت داد میزد، یه جوان شهری هم دنبالش کرده بود، رفت طرف قلعه خرابه. جوون شهر؟ آره. باز این پسره یه بیشرف سر کلش پیدا شد. قربونت برو ژاندارما رو خبر کن. باشه. کجایی؟ تو باید کفاره گناه اون مار خوشخط خارو بدی که باعث شد پدرم همه زندگیشو به اون ببخشه. کجا قایم شدی؟ سوارش کن ببرش پاسگاه. پدر تو رو چرا میبرم؟
دخترم، دیگه به چه امیدی میتونم زندگی کنم؟ فو، ناموسم از دستم رفت، دیگه کمرم شکست دخترم، من دیگه نا... خدا! من مرغکی...